یعنی بیان با لوبیا سبز مهربان تر باشین و بیشتر دوستش داشته باشین. واقعا خیلی مثلا آدم بخواد درست کنه خیلی غذا میشه باش درست کرد. سلام عرض میکنم خدمت عزیزانم، انشالله که خوب و خوش باشه. دوستان من امروز میخوام براتون یه کوکوی خیلی خوشمزه درست کنم، یه کوکویی که زیاد یعنی آدم تو این فکر نیست که بخواد از این لوبیا سبز خیلی خوب استفاده کنه. لوبیایی که خیلی مقویه، برای بدن خیلی خاصیت داره، ولی خب نمیدونم چرا زیاد آدم تو فکر این نیست، زیاد با این لوبیا مهربون نیست، ولی باور کنید خیلی خوبه، خیلی خوشمزه میشه. دیگه امروز من تصمیم گرفتم براتون یه کوکو سبزیجات درست کنم، کوکوی لوبیا سبز. این کوکوی ما حالا موادش هم اینجا من آماده کردم خدمتتون میگم. اینجا من نیم کیلو لوبیا سبز گرفتم، شستم، آماده کردم و دو عدد هویج متوسط، چهار عدد تخم مرغ، سه حب سری لازم داری، یه مقدار مغز گردوی خرد شده برای قاطی کوکومون که خیلی خوشمزش میکنه، یه عدد سیب زمینی درشت لازم داری، من سیب زمینیم کوچیک بود، یه دونه کوچولو هم گذاشتم بغلش، و یه عدد پیاز متوسط. یک سوم فلفل دلمه‌ای رنگی لازم داریم و یک سوم هم فلفل دلمه‌ای سبز. دو قاشق غذاخوری پودر سوخاری لازم داریم که این پودر سوخاری من دو رنگه، چون کم بود نارنجی می باشم، پودر سوخاری سفید داشتم با هم مخلوط کردم و زعفران دم کردم به مقدار لازم. ادویجاتش هم نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه، نوک قاشق چایخوری فلفل قرمز و نصف قاشق چایخوری دارچین. نمک و زردچوبه به مقدار لازم. خب عزیزان الان من باید این لوبیا رو قشنگ نگینی ریز خرد کنم و همینطور هویجمونو. دوستان همونطور که دارید میبینید من این لوبیا رو که خرد کردم قشنگ ریز خرد کردم، این هویجا رو من از وسط قشنگ نصف کردم، برقه برقه کردم. حالا این برقه ها رو به این صورت باریک باریک میکنم. ببینید اینه، هر تیکش رو چهار قسمت کردم، بعد به این صورت نگینی های ریز خرد میکنم. هویج و لوبیامون رو خرد کردیم، حالا من میریزم داخل قابلمه، یه لیوان یا یکی و نصف لیوان آب میریزم که با آب خیلی کم پخته بشه. من هویج و لوبیا رو با هم ریختم داخل قابلمه که با هم بپزه و طعمش هم به هم میره، چون کوکوه خوشمزه در میاد. حالا جوش که اومد تیرشو کم میکنم که کم کم پخته بشه قشنگ. سیب زمینیمون رو باید نگینی خرد کنیم، نگینی ریز، و همینطور پیازمون رو. حالا تا میاد اون لوبیا پخته شه این سیب زمینی رو باش انجام میدیم. سیب زمینی رو خرد کردم نگینی ریز و همینطور پیاز رو. حالا باید جفتشون رو سرخ کنم. اول سیب زمینی رو سرخ میکنم. اینم از لوبیا و هویجمون داره میپزه. شعله خیلی بزرگ بود، گذاشتم رو شعله کوچیکتر. زمینی که من گذاشتم سرخ بشه، نمیخوام که سرخ بشه، فقط میخوام از اون حالت خامیش در بیاد که میخوام باید یک کوکو بکنی بشه این دیگه مخصوب بشه. خب دوستان ببینید به این مرحله که رسید دیگه کافیه، من میخوام از تو باقا هم خارجش کنم. همین روغنی که ما توی سیب زمینی سرخ کردیم، پیازم من داخل همین سرخ می کنم.
یه سری بزنیم لوبیامون ببینیم لوبیامون در چه حاله، در حال پختنه. الان حدودا 10 دقیقه است داره میجوشه. تو پیازمون به اندازه کافی تر خورد، من این مقدار زردچوبه اضافه میکنم و یکم هم فلفل سیاه. یک دقیقه تا 2 دقیقه صبر میکنیم قشنگ تفت بخوره. لوبیامونم الان حدودا 20 دقیقه هست که داره میجوشه. این آبش که خوش شد دیگه من خاموش میکنم، پخته شده. خب این پیازا رو من خارج میکنم از داخل روغن، میخوام روغن اضافه داخل غذامون نباشه. لوبیا سبزمونم پخت، آبش خوش شد، خاموش کردم. حالا باید سر کنیم تا وقتی که خنک شد اون موقع دیگه کوکومونو درست میکنیم. حالا فقط مونده و یه تیکه فلفل اونم خورد کنم کارمونو انجام بدیم. این فلفل ها ببینید دوستان به این خلالی ریز قشنگ باریک همه رو باریک زدم. حالا میخوام ریز خوردشون کنم. دوستان الان ببینید من کل مواد آماده کردم، پختم، ترک کردم، اینجا آماده گذاشتم. الان دیگه میخوایم شروع کنیم کوکومونو درست کنیم. اولین کاری که باید انجام بدیم باید تخممونو بشکنیم. این تخم مرغ الان 1 ساعتی هست بیرون مونده، همدمای محیط شده دیگه. تا میای بشکنی این لبه تخم مرغ هم که گیر میکنه یه دفعه وا میره. خب این از تخم مرغمون یه مقدار ما اینو میزنیم که از لختگی در میاد، مخلوطش میکنیم دیگه. الان ما هرچی مواد داریم باید دونه دونه به این تخم مرغمون اضافه کنیم. حالا من اول یه مقدار فلفل میزنم، زردچوبه میزنم، این فلفل سیاهه، یه نوکه قاشق چای خوری، اینم فلفل قرمز میزنیم، تند میشه، خوشمزه میشه. نمک، یکم زردچوبه، خیلی کم دارچین، یکم زعفران، پیاز داغ، فلفل، اینم مغز گردو، آرد سوخاری. ما اینا رو فعلا مخلوط میکنیم. خب دوستان حالا من سیر رو میزنم. حالا یه موقع اگر سیرم دوست نداشتین میتونید سیر رو حذف کنید. اینم سیب زمینیمون. این موادمون کامل خنک شده. حالا باید کامل قشنگ مخلوط کنیم. چقدر رنگ آمیزی قشنگی داره میبینی؟ آره خیلی قشنگه. خب اینم از موادمون مخلوط شد، کامل آماده شد. حالا باید برم روغن بذارم داغشه که سرخش کنیم. غذای مورد علاقه من امروز درست کردی. من تو کوکوها این کوکوی لوبیا سبز رو دوست دارم. دیدی؟ همین الان عطرش پیچیده تو خونه. با من خوراک سالم و خوشمزه ایه. روغنمون داغ شد. حالا میخواییم موادمون اضافه کنیم داخل روغن. موقعی که ریختیم داخل تابه قشنگ با پشت قشو کامل روشو صاف صاف میکنیم که سطحش همه یک نواخ بشه. این شعله بزرگ بود، من این شعله کوچکتره رو روشن کردم، شعله پخش کنم گذاشتم. حالا زیرش رو کم میکنم میذارم بشون شعله کوچک. به این خاطر شعلهش رو عوض کردم که قشنگ مخصوص بشه و خوب سرخ و قرمز خوش رنگ در بیاد.
کوکو لوبیا سبزمون آماده شد، یه طرفش البته سرخ شد، حالا میخوام برش گردونم طرف دیگه‌ش هم سرخ میشه. حالا برگردونمش هم به این صورتی که من برمیگردونم داخل این دیس گیر بعد دوباره همینطوری هولش میدم میره داخل تابی که قشنگ قالبی در بیاد. من این دیس رو میذارم رو تابی. ببینید دوستان چقدر قشنگ سرخ شده، چه خوش رنگ شده ماما. قشنگ شده؟ خیلی خوش رنگ شده. اینه. حالا من اینو میذارم داخل تابه. خب حالا درشو میذاریم، صرف میکنیم تا این قسمتش هم سرخ بشه. کوکونم آماده شد، دیگه میخوام گازو خاموش کنم بکشم داخل ظرف سرویسمون. ببینید دوستان چقدر قشنگ سرخ شده. حالا این کوکو رو من یه برش میدارم، شما بافت داخلش رو ببینید. ببینید کامل قشنگ پخته شده بغضش، خیلی عالی در اومده، واقعا جای همگیتون خالی. حالا من پشتش هم نشونتون میدم، اینم پشت کوکومونه. حالا من دور این کوکونم یه تزیین بکنم که خوشگل‌تر بشه. اینم از کوکوی لوبیا ساز که امروز برای دوستان عزیزم درست کردم، انشالله که شما خوشتون اومده باشه. دوستان این لوبیا سبز فقط شما مثلا به عنوان اینکه میتونید فقط لوبیا پلو درست کنید میتونید نگاه نکنید. شما با این لوبیا سبز خیلی غذا میتونید درست کنید، میتونید لوبیا پلو درست کنید، خوراک لوبیا سبز درست کنید، پای مرغ بریزید، یعنی لوبیا رو بریزید پای مرغ پخته بشه، خیلی هم خوشمزه و مقویه. حالا ممکن مثلا بعضی دوست داشته باشن میگن این لوبیا سبز یه طعم خاصی داره، به خاطر اون طعمش ما دوست نداریم. بعد شما اینو میتونید بلانچ کنید که اون طعمی که فکر میکنید داره یا اون بوی لوبیا سبزی که داره وقتی که بلانچ کنید کلن اون بو از بین میره. و اینکه این کوکوی لوبیا سبز واقعا هم خیلی مجلسیه، همی که خیلی خوشمزه است. یعنی بیان با لوبیا سبز مهربان تر باشین و بیشتر دوستش داشته باشین. واقعا خیلی مثلا بخواد درست کنه خیلی غذا میشه باش درست کرد. حالا با اجازه دوستان من یه برش دیگه بزنم، یه تستی بکنم تمام از یه کوکومونو بچشم. چه عطری داره، یعنی واقعا عطری که میگم عطر خالی داره از این بلند میشه، یه طعم خیلی خوب. با اجازه دوستان یعنی طعمشو براتون نگم، یعنی بی‌نظیره. یه غذایی که نمیتونی اسمشو چی بذاری، اینقدر خوشتم و خوشمزه شده. یعنی واقعا با این دستوری که من گذاشتم، با این اندازه هایی که بهتون گفتم، همین دقیقه، همش دقیقه درست کنید، حتما امتحان کنید، مطمئنم که خوشتون میاد. هم خیلی خوشمزه است، هم خیلی مقویه، جای همگیتون خالی. خیلی خوشمزه شده. نه غذایی که خوشمزه بشه دیگه همینطوری تعریف میکنم. خب دوستان انشالله که شما هم از این برنامه لذت برده باشین. خیلی دوستتون دارم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. به خدای بزرگ میسپارمتون تا ویدیو بعد. خدا نگهدار.